ارادت، احوالتون چطوره؟ سلام و عرض ادب خدمت شرکت کننده های محترم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. به افتخار خودتون عزیزان. بفرمایید، خواهش میکنم. بینندگان عزیز، با یک رقابت دیگه از دور مقدماتی فصل جدید مسابقات شهروند و مافیا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم از دیدن این رقابت نهایت لذت رو ببرید. میریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت میکنن 15 ثانیه بدون چالش. شماره یک بفرمایید. سلام بچه ها، الورزم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم از تهران. امیدوارم بازی جذابی باشه. شهروندم، واقعیتش بیشتر از نمیتونم بهتون کمک کنم. حس کنم که از شهرونده باش بازی میکنم، من تو بازپرسی فقط نگیرم. همین. بعدی بفرمایید، نفر بعد. سلام بچه ها، ایمانم، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. خیال راحت بمندید تو شهروندی من معتقدم که شماره 8 به نظرم میتونه مافیای بازی باشه. همچنین 6 به نظرم استرس داری. بفرمایید. سلام بچه ها، یوسف هم از شهر زیبای قائم شهر. بچه ها، من استاد بزرگ شطرنجم، گری کاسپاروف رو تو 5 تا حرکت مات میکنم، چه برسه مافیا این بازی. بمترین نوت موسیقایی و زیرترین نوت موسیقایی رو تو صداهای 1 و 3 میشه دید. اصلا مثلا آقای شماره 5 مافیا بازی با آقای شماره 6. دو تا قبل منم اگه مافیا باشه از دست من لیز نمیخوره. فردا میگیرم تو میدم تو بیرون. بفرمایید. سلام رفقا، من بنیامینم، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. ان شاءالله بازی خوبی باشه، هر کی لیاقتشو داره بره مرحله بعد. الان 1 و 2 خب امروز صحبت کردن، تو چرا فردا میخوای دست لیز نخورم؟ به نظر من از شماره 3 میتونه مافیا باشه، چون من شماره 2 رو مشکوک دارم، خیلی استرس داری. شهروند ببند رو شهروندی من. بچه برنده این بازی شهرونده. بعدی شهروند رو شهروندی شما حساب کن. حساب. بفرمایید. سلام رفقا، من امیرحسینم از تهران، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم فارغ از نتیجه به هممون خوش بگذره. به نظرم از قبلی من شماره 2 میتونه مافیا باشه. چیز خاص دیگه ای دستگیرم نشده. منم شهروندم بچه ها، خیال راحت رو شهروندی من حساب کنید. متشکرم. نفر بعد. درود رفقا، من کیارشم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم، از پاکدشت اومدم. به نظر من شماره 4 میتونه مافیا باشه. چرا شماره 4 اومد یه خورده از 3 بگیره، بعد ترسید مثلا ما بفهمیم مافیاست، گفت 2 هم مافیاست. یعنی به نظر تو 2 نفر قبل تو با معارفشون چجوری مافیا درآوردی؟ 4 رو من خیلی مشکوک دارم. به نظر من شماره 4 میتونه مافیا باشه. زبان بدنش و خنده‌ای که میکنه به نظرم تقلبیه. سلام رفقا، مجیدم، امیدوارم بازی جذابی داشته باشیم. شهروند بازیو ببره، چون من قطعا شهروندم. ببین آقا، شماره 2 به این دلیل مافیاست که میاد اول به 8 میزنه، بعد میچرخه میگه به کی دیگه بزنم، بدون یه دونم به 6 بزنم. ببین من 2 خیلی مافیاست. داداش تو الان به 4 زدی. به 4 زدی دیگه باید بیای افسر کروکی بکشه. به نظرت شهروند کیه تو این بازی؟ یه شهروند مشخص. متشکرم. نفر بعد. سلام رفقا، اسم من آراد، از شهر تهران، خوشحالم تو این جمع دارم با تو مافیا بازی میکنم. ببین رفیق شماره 2، تو اصلا به 6 نگاه کردی؟ بشه تام زدی؟ یه نگاه به من کردی این ور، اصلا نگاه نکردی به شیشه تام زدی. بیا برو بیرون، شماره 2 قطعی مافیای بازیه. 3 رو بهش فضا بده بنیام. به نظرم شهر بفرمایید. 5 هم مافیاست. اسمم محمد، از شهر کرج، امیدوارم بچسبه بازی بهمون. ببین استدلالی که این آقا واسه شما آورد درسته، چون 2 رو مشکوک کردی، دلیلش این بود که 3 رو بخوای مافیا تر کنی. ولی یه رأی میتونیم بدیم آیا 7 بازی بره بیرون؟ به نظرم مافیا. تو از کجا میدونی؟ متشکرم. دو نگاه نکرد به شیشان، نگاه کرده. بفرمایید. کل بازیش به اون نگاه میکردی؟ شان نگاه کرده بهش. رفقا سلام، من محمد رضا هم، خیلی خوشحالم تو جمعتون دارم بازی میکنم، از پاکتش اومدم. حرفی که شماره 6 درباره بنیامین زده، شماره 4 زده، به نظرم منطقیه، ولی امیدوارم تو شهروند باشی. یه ذره مشکوک صحبت کرده، چون تو بین 1 و 2 که مافیا نداشتی. شماره 4، شماره 7 من مشکوک دارم، به امیدوارم بنیامین شهروند بشه. شماره 5 هم برای من مشکوک. متشکرم دوستان. تا آخر اینه دیگه. ها آره، تو دست میام گرفتار میشیم. هر یه دونه که میزنه من اینجوریم. بدون صدا لطفا تایید یا عدم تایید بدین. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو شیاد معرفی میکنم، رئیس مافیا ناتو شیاد. گروه مافیا بخوابن. محقق بخوابه،
آره خدا رو شکر خدا رو شکر تحقیقات به فنا رفت. کارآگاه زیر لفظی میخواد فکر کنم. کارآگاه بخوابه. پزشک بخوابه. باسپورس بخوابه. خدا به داد شهرمون برسه و روی این تن شهرمون. بخوابه با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. یک صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفهمید. چالش هم برای شماره 5 بعد من صحبت کنید. قرنه به نظرم معرفه خیلی جذابی نداشتی. دو نفر منتظر برایندشونی. دیگه به نظرم اتهامی که زدی به نظرم علکی بود. تو به نظر من تو این بازی مشکوکی. ببین قرنه برام به چاره داری اتهام میزنی. میگی داری علنا اون فکتر رو برای شماره 3 میذاری. سر و دلیل رو داری واسه شماره 3 میذاری. سر و مافیای شهروند داری. یا اینجا مافیا شهروند نامعلوم داری تو بازی. شما تا به نظر من تو معرفه مشکوی شهروند بازی اینجا تارگت بزن. اتهام نفر بعد شماره 8 از نظر من قطعی مافیای بازی. شماره 8 تو از قبلیای من شماره 2 رو مافیا داشتی. منم شانس چشم باز کردم با اونو بستم به اون اتهام زدم تو روز معرفه. بشین دیگه آقای شماره 1. بعد به اینم که میگی به شماره 3 فضا بده. باز منم به شهروندای تو کاری نداشتم. تو چه جوری به شهروندی بنیامین رسیدی؟ اینو شهروند داری پاشو شماره 6. متشکرم نفر بعد. 8 قطعی مافیاست از نظر من. 6 صحبت. ببین شماره 1 این بار همه استدلال منو پذیرفتن. اگه به نظر استدلال من غیر منطقی پاشو این بار تارگت بزن. شماره 8 به نظر من میتونه مافیا باشه. چرا؟ برگشته میگی شماره 2 تو به 6 نگاه نکردی. یعنی قبول داری نگاه اون به تو نگاه درست بوده که تو اکت مافیایی داشتی؟ بازی مافیایی. بفهم. ببین شماره 8 تو معارفه بازی شدی زبون شماره 6 و شماره 4. به نظر این دو نفر شهروند توی بازی. تو با نقش شهروندی خیلی راحت میتونستی با من دیالوگ کنی توی بازی. تو که از تو چرا گیر کردی یهو؟ تو که از هویت شماره 6 و 4 خبر نداری توی بازی. اینو گفتی شهروند، گفتی بنیامین ولش کن شماره 3. چرا من از بازی برم بیرون؟ تو به نظر من قطعی مافیای بازی. هفتم خیلی مشکوکه. به نظر من هفتم میتونه مافیای بازی باشه. بفرمایید. نه شماره 8 صحبت کن. من صحبت بکنم. مگه من اونا رو دیدم شهروندن یا دیدم یارا من بخوام زبون این دوتا باشم تو روز معارفه باشون صحبت. بیا برو بیرون آقا. دو قطعی مافیا. به نظرم تو شهروندی. به من اتهام نزن. نه به نظرم شهرونده. شماره 9 هم شهرونده. شماره 10 مافیاست. تو یه بفرمایید استدلالش رو یادم رفت. فکر کنید شماره 8 الان مافیای بازیه. میخواد شماره 2 رو بده بیرون. یه دو سه تا شهروند رو دست خودش میذاره. من میخوام به سمت شماره 8 به طرف شماره 8 میخوام قوت بدم. از نظر من آقای شماره 2 نمایان مافیای بازیه. شما یه اتهام داشتید معرفه 8 یه اتهام داشتید شماره 6 دوباره اومدی فقط گفتی 10 تا تارگت خوردی روز معرفه. از نظر شما از نظر مافیای ساید من با این آقا در میاد امروز. همینجا تو روز طرف میگین طرف بازی بین من آقای شماره 2 در میاد. دکتر بازی چرا باید اینجوری تهاجمی بازی کنه؟ بفرمایید نفر بعد. شماره 1 بعد از من صحبت کن. شما اسم میکنید من به این دلیل به شماره 3 مثلا اتهام زدم. میخواستم راه استدلال شما نسبت به خودم رو ببندم که به شماره 2 گفتم مشکوک دیگه. اینو بذارید رو باگ مثلا باگ شهروندی چون من شهروندم. حالا اگر رو بذارید رو شهروندی شماره 8 2 رو موج 5 و 6 داره به 8 اتهام میزنه. پس 2 به نظرم میتونه مافیا باشه. بین 2 و 3 که به نظرم قطعی مافیاست. درسته 2 روی موج داره به 8 تارگت میزنه. 3 از کارت شهروندی 8 داره به 2 اتهام میزنه. پس اینجا باید متشکرم یخ زده بشه. بله یخ زده بشه. بفرمایید نفر بعد. ببین قربونت برم
من دو رو استرسی تو بازی مافیا دارم، کاری ندارم مثلا تو این بازی چیه. سه که به نظر من تو این بازی قطعی مافیا سن رای بین از روند بازی خارج بشه. ببین قربون دارم، حداقل قربون سه نفر رفته تا حالا. یه دونه قطعی شهروند داری تو این بازی شماره 8. امروز قرار بوده اینجا برایند بدی، من از نظر تو بدترین کارو کردم. یعنی تو اینجا شهروندی دو رو مافیا گرفتی، من خودم پاشم به تو تارگزم، پس باید تو اولویت مافیایت من باشم. شیشه به نظر چه دونه قطعی شهروند تو این بازی داری 8 درجا پاشه بهش تارگت زد 8 تو این بازی کاور کمنتش کرده. بفرمایید 6 چیه تو که به نظر من بازی زنگ توجه کن. البرز بودی درسته؟ بله. خوب البرز تازه اینجوریه، اورست بود که اصلا ول نمیکرد. بفرمایید چالش هم برای شماره 2 بفهم. به شماره 10 دقت کنید، نه درخواستی برای چالش داره، نه اصلا علاقه ای داره تو روند بازی مشارکتی کنه. معلومه که از جریان راضیه. ببین قربونت برم، تو معارفه شماره 8 گفته بنیامین به نظرم این 3 توی بازی باگ داده، ولش کن. گفتی 6 تو به من برگشتی گفتی تو اگه 6 رو دیدی توی بازی که استرس داره، نه من فقط تو رو نگاه کردم و شماره 6 رو توی بازی شده زبون این دو نفر، اونم شهروند داشتی که به این گفتی اینو ولش کن دیگه توی بازی. بعد متشکرم، بفرمایید. ببین 8 رو به نظرم بیخودی دارید شهروندش میکنید. شماره 8 روز معارفه میگه 2 از نظرش مافیاست. منم تو موقعیت خودم فقط به شماره 2 اتهام زدم تو روز معارفه. به تو هم داره میگه به شماره 3 فضا بده، پس من به هیچ کدوم از شهرونداش اتهام نزدم، چرا باید به من اتهام بزنه بگه 5 مافیاست؟ بعد میگه شماره 6 بعد میگه به تو رو شهروند داره، به شماره 6 اتهام نمیزنه تو روز معارفه. 8 که از نظر من مافیاست. میخواد اینجا طرف باز کنید، اینجا منم به این دو نفر رأی میدم. متشکرم. نفر بعد چاله شماره 3 بعد من صحبت کن بچه. شماره 4 مافیای بازیه، میخوایم به 8 تار اتهام بزنین، اول باید یه اتهام به شماره 4 بزنین. شماره 4 با اعتبار شهروندی شماره 8 دور مافیا داره، 3 هم همین کارو کرده، 3 هم با اعتبار شهروندی 8 به 2 تار اتهام زده. تو دیگه نباید بگی بازی اونجا منجمه چه، تو فقط باید به 2 تارگت بزنی بچه. شما اتهام بزنی شماره 4 مافیاست، 1 مافیاست. من یه استدلال شهروندی برای شماره 8 بیارم، شماره 5 شما که تو روز معرفت شماره 2 نبوده، امروز با هم دیگه دارن میگن شماره 8 8 مافیا. 8 از نظر من شهرونده، من کارت برندم و روزی یه کارت برنده رو کارت برنده من آقای شماره 2. شما اگه معتقد نیستی شماره 6 مافیا، 2 به شماره 6 روز معرفه اتهام زده، امروز بهش نزده. یعنی یارم چالش آقا شماره 4 صحبت کن. صحبت خارج از نوبت نباشه دوستان. من صحبت کنم شماره 6 تو کلا تو معارفه گیر کردی یا به نظرت یک با من جفتمون با همدیگه مافیاییم؟ گفته سایت بین طرف بین دو تا شهروند در بیاد که دو تایی با همدیگه بخوایم معلوم شیم. الان به نظرت 8 شهروند داداش، 3 از کارت شهروندی 8 داره به دو تارگت میزنه. من گفتم داره اتهام میزنه، من گفتم اینجا باید فریز، باید اینجا منجمد بشه بازی، تو واسه چی به من اتهام میزنی؟ جفت اینا رو بگی شهروند داری. یه جا میام بالا سر شماره 6. بفرمایید خواهش می‌کنم. من صحبت کنم. ببین آقا شماره 1، شماره 2 رو شهروند داری، استرسی مافیا داری، درسته؟ پس چرا گفتی بین 2 و 3 مافیا هست؟ تو چرا بین 2 و 3 مافیا گذاشتی؟ من احساس می‌کنم هم 1 مافیاست، هم 2 مافیاست. ببین تو میدونی تو با مافیای 2 رسیدی ولی نمی‌خوای بیانش کنی. من احساس می‌کنم 1 و 2 با هم مافیا. 1 و 2 که با هم نمیتونن مافیا باشن، چون 1 به نظرم واضحاً نقش یارفرضی شماره 2 رو بازی کرد تو این بازی. 6 و شهروند دارم، یه لحظه به 4 گیر نده، یه لحظه ذهنت از معارفه بکش کنار. امروز 1 و 2 به نظرم مافیای بازی. تو بلند شدی گفتی 2 شهروند، بعد گفتی 2 و 3 بینش یه دونه مافیاست. متشکرم. نفر بعد شماره 1 صحبت. من صحبت می‌کنم، قرن ندارم. به نظرم شهروندی الکی به من تو اصلا ببینید خیلی معلومه بین 2 3 6 دو تا مافیاست، اصلا خیلی معلومه تو این بازی. ببین قربونت برم، این دوتا پاشدن به هم دیگه اتهام زدن. خب به نظرت من کار منطقی کردم یا غیر منطقی؟ این به نظر تو این بازی یار من اونجا یا اینجا شهروند تو این بازی اتهام میزنه؟ عزیز دلم تو به نظرت اینجا مافیا نشسته، شهروند یار من خف کرده، گفتم اینجا به نظر مافیا هست. تو به نظرم تو این بازی شهروندی خیلی معلومه بین 2 3 6 تو این بازی دو تا قربونت دارم. بفرمایید. همه قربون هم دیگه دارم میرم، هیچ کی نیست قربون ما بره این وسط. من چالشمو دادم. ببین رفیق شماره 5 تو هی میگی منو شهروند الکی نکنن، 3 و 4 از نظر چیه؟ به هیچ کدوم که اتهام نمیزنی، به هیچ کدومشون هم که نمیگی شهروند بازی. چرا من مافیای بازی ام؟ قربونت بشم. 3 با شده گفته من شهروند بازی ام، 2 مافیا، 4 گفته یکی داره از کار شهروندی من استفاده میکنه، 2 داره اتهام میزنه. آقا من استدلال شما رو یادم رفیق، شماش روز معارفه گفتی شماره 6 بازی منطقی صحبت کرد، استدلالش میشینه ولی ابراز امیدواری به شماره 4 کردی، کدومشون مافیا؟ نفر بعد میدم به شماره 2 صحبت کنه. قربونت برم، همین الان تو دور قبلی بگو ارگشی گفت به نظر من شماره 10 شهروند توی بازی، الان استدلال واسش میاری؟ ببین عزیز دلم
اون استدلالی که آوردی به نظرت شماره 8 شهرونده بلند شده دو تا سه تا شهروند گذاشته دستش، به نظرت تو شهروند بازیه مثلا با نقش مافیا؟ خیلی ساده است مثلا برگردم بگم شما سه تا شهروند توی بازی، پس اون دوستمون که چالش سر صحبت گرفته گفته 8 قطعی مافیاس، اون چیه؟ به نظر من شماره 2 الان که بلند شد با شماره 3 دیالوگ کرد، خیلی اون لحن صادقانه ای بودش. این کار شماره 8 الان به نظرم باحال بودا، کل بازی بهش اتهام زدن، یه نفر اصلا بهش اتهام هم نذاره راجبش داره استدلال میاره. امروز کاری باش ندارم. بین به نظر میتونه شهروند باشه. بین 6 7 2 3 دو تا مافیا است. اگه شهروندی 7 و کاور حمایتش نکن بهش بگو شهروند، چون میتونه مافیا باشه اگه تو شهروندی. ببین شماره 5 حقیقتا اگه 8 مافیا داری بین 2 و 3 نمیتونی ساید بگیری ها، چون هیچ جوره اگه 8 مافیا باشه اونجا واسهش یار نمیتونی در نظر بگیری. شماره 7 حقیقتا برام مشکوکه. شماره 2 هم کل استدلالات مال معارفه است، امروز چی بگی؟ حالا چالش هم برای شماره 4 بعد من صحبت کنه لطفا. آقای شماره 8 یه جا شما یه جا ببینید چقدر داره مکس میکنه بین جملاتش کلماتش. مگه میشه یه نفر آخر باشه نتونه واضح صحبتاشو بیان بکنه؟ یه جای بازی معتقد بودن که بین شماره 2 و شماره 8 یه طرفی هستش دیگه. شما یه شماره 7 بلند شده گفته بین 1 و 2 یه دونه مافیا هستش. اونجایی که قرار بوده بین شما دو تا بین 2 و 8 مافیا پیدا بشه بیشتر شماره 2 تارگت خورده، شما اتهام نخوردی. شماره 8 میتونه مافیای بازی باشه. من بین 2 و 3 مافیای بازی دارم. بین شماره 4 و شماره 6 یه مشکوکیت هست که شماره 7 بلند شده اینا رو داره با هم دیگه آشتی میده. متشکرم. آقا اومدید اینجا بازی مافیا کنید چون قربون صدقه هم دیگه میرید. با فدات بشم قربونت بشم میخواهید اتهاماتونو بکنید بیرون؟ شماره 9 الان قشنگ دیالوگاش به شماره 5 یار به یاره. تو معتقدی بین 2 و 3 شماره 5 نمیتونه طرف بگیره دیگه اگه شماره 8 مافیا داشته باشه، درسته؟ تو مگه اینجا دنبال مافیا نمیگری؟ پس بسیدت بعد شماره 5 بشه چجوری بشه اتهام نمیزنی باش داری دیالوگ میکنی؟ متشکرم. بین 9 6 5 2 3 همینا دنبال مافیا، بقیه تو شهر بند. بفرمایید. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای شماره 1 شماره 2 شماره 3 4 بیست 5 6 بیست شماره 7 8 9 بیست شماره 10 شما 6 7 تا اتهام ورز معرفه خوردی. من بلند شدم به عنوان شهروند بازی گفتم شماره 8 بازی قطعی شهروند بازی میخوام به طرف شماره 8 قوت بدم روزی یک شماره بدم بیرون، شما چرا مسیر بازی به من نمیخورید؟ چه بازی هم شماره 8 من شهروند دارم هم شماره 7 شهروند دارم. من میخوام برگ برنده میخوام امروز رو کنم. شماره 3 انقدر جریان بازی رو معطوف کرده به شماره 2 که شهروندها ذهنشون بسته شده همونجا، یعنی شماره 10 رو ندیدن اصلا چی کار کرده تو بازی. بفرمایید. امشب امروز به نظرم شماره 2 بره بیرون، شماره 3 آقای نورایی اعلام میکنه قرار سوداگری انجام بشه. شماره 2 مثلا یار داره، کیا به شماره 3 با همراه با من رأی دادن؟ این مثلا یارش منو شماره 1م که گفتیم فقط طرف بازی اینجا در بیاد تو نیومدی تو دفاعیه، این مشکوک روز یک شهرمن رأی نمیده، دکتر امشب فقط منو نجات میده. شماره 2 بیستید و از خودتون دفاع کنید. ببین قربونت برم، شاید تارگت منو توی اتهام منو توی دفاعی نیوردین، حداقل حرفای اونم بشنوید. یار من توی این بازی کیه؟ مثلا شما مافیا 7 و 8 مافیای بازی باشین که واقعا دارین ضعیف بازی میکنین. عجب تیم مافیایی درستی چید. سه تا شهروند بودن. از معارفون دو نفر بستن رو مافیایی من، همینجوری دارن لایک میدن به من، به من رأی میدن توی بازی. من شهروندم توی بازی، امشب توی بازی میمونم. به نظرم اون شماره 8 میتونه رئیس مافیا باشه. خیلی رای گیری مجدد برای شماره 2 بفرمایید. بشینید. با اعلام من چپ میشه و شهر به خواب میره. محقق تحقیقاتت از امشب شروع میشه. به خوابه گروه مافیا از خواب بیدارشند. گروه مافیا بخوابند.
تیم مافیا در کل دو نوع تیر داره، یا میتونه تیر هدفدار بزنه، یا وقتی از جریان بازی راضیه میتونه سراغ تیرهای سوزنی بره، کسایی که احتمال نجات دادنشون کمتره. شیاد، به نظرت چه کسی میتونه کارگاه باشه؟ بخوابه کارگاه. به چه کسی مظنونی؟ هرگرد به مسیر بازی کار درست بکنه. بخوابه. نه، فایده نداشت. پزشک، یک نفر از همشهری ها رو میتونی نجات بدی پزشک؟ لااقل تو یک کاری بکن. بخوابه. از این شهری پی در نمیاد. باسپورس، شما میتونی دو نفر رو به من معرفی کنی برای باسپورسی؟ باید ببینیم این چی کار میکنه. بخوابه. عجیب ولی خوب. باری کردا. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره یه. نو بسه نباشیم. خیلی زود اومدی ها. اما معرفه مطمئن بودم شب یک شاد میشم. چرا؟ چرا انقدر خوابت میاد؟ نه خیلی آروم میاد. خوابم آره ولی خوابم میاد یکمی. خوابت هم میاد. برو پای صحنه، خودم میام بیدارت میکنم از خواب. باسپورس ما دو نفر رو به من معرفی کرده برای باسپورسی، شماره های 6 و 5. شماره 6 بیستید 20 ثانیه. بچه من که خیلی واضحه شهروندم، چون من بین 1 و 4 که اصلا نمیتونم یار داشته باشم، به خاطر 2 و 3 رفتم توی دلشون، بین 2 و 3 هم نمیتونم یار داشته باشم، چون به 2 رأی خروج دادم که ساید شما طرف شماره 3 در بیاد. من خیلی واضحه که شهروندم. اگر باسپورت شماره 5 و شهروند داره میتونه ملغا کنه، اگر نه بره شماره 5. متشکرم. شماره 5 20 ثانیه. یعنی شما نظری راجع به من نداری آقای شماره 6؟ نه، به نظر من که ملغا نکنه باسپورت، چون از نظرم شماره 6 مافیاست. ببین، به شماره 6 میتونید تو باسپورتی رأی بدین، طرف شماره 2 هم تو بازی در بیاد. تو بهش رأی خروج دادی؟ من که رأی خروج ندادم. رأی بدین شماره 6 از بازی بره. شماره 6 20 ثانیه. ببین خیلی واضحه، یه بار دیگه باید تکرار کنم، من بین 1 و 4 که نمیتونم یار داشته باشم، بین 2 و 3 که نمیتونم یار داشته باشم، یه نفر کل بازی منو حمایت میکرده شماره 9، خیلی باید دیوونه باشم من اون شماره 9 رو شات کشته شبش کنم. من قطعی شهروندم. امروز بکشین زیر شماره 5 میخونه مافیا. شماره 5؟ نه، من که شهروندم، اصلا به من که رأی بدین اصلا کار خیلی بیجاییه. ببین، بعد از اینکه اتهام خورد دستاشو حالت گارد بسته اووردش جلوش، ترس داره از اینکه شهروندا بخوام بهش رأی بدن، ترس داره. رأی بدین شماره 6 از بازی. شماره 6 یهو گفت 1 و 4 با هم مافیان، جایی که مثلا 2 و 3 داشتن تارگت اتهام می‌خوردن، 8 داشت اتهام می‌خورد، یهو گفت 1 و 4 با هم مافیان. رأی بدین شماره 6 از بازی خارج بشه، قطعی مافیاست از نظر من. متشکرم. بفرمایید بشینید، میریم سراغ خواب نیمروزی. آقایون ماسکار بزنید لطفاً. باسپورس، اگر تمایل داری ادامه بدیم تایید، در غیر این صورت عدم تایید. دوستان برمیگردیم، روز میشه، ماسکار بذارید پایین. دو عزیز بیستید و رأیاتون خودتون بشمارید. رأی گیری به اجبار از شماره 10. رأیتون رو بفرمایید. شماره 6. شماره 8. شماره 5. میشمارید دیگه دوستان. شماره 7. 5 بگو. بگو 5. 6. خسته نباش. 4. آقای شماره 6. وای. 3. آقای شماره 6. 2. 6. چه وضع رأی دادن آخه. 1. بریم برای مساوی. الان مساوی شد. شماره 5 بفهمید بشینید. شماره 6 وصیت. ببین شماره 3، تو که اصلا حق رأی دادن به منو نداشتی، من دیروز به مافیای ذهنی تو رأی دادم، طرف تو از بازی در بیاد.
ببین اگر شماره 2 رو بذاریم شهروند، شماره 3 میتونه مافیا باشه، 8 نمیتونه یارش باشه، چون با هم دیگه رأی دادن به یک نفر، زورشون رو گذاشتن روی یک نفر. این قضیه شماره 1 بازی که مافیاست، شماره 5 هم مافیاست. به خرد بازپرس به بازی احتمالاً دو تا شهروند رو نیاورده بالا، احتمالاً مافیا بود. متشکرم. شماره 6 با طرف شهروند رقابت رو ترک میکنه. پشت صحنه همراه باش لطفاً. شماره 3 صحبت کنم. من صحبت کنم. من واقعا در بازپرسی مافیایی نداشتم. رأی دادم که طرف شماره 2 بازی در بیاد. من به همراه یه شهروند، به همراه کسی که شهروندش کردم، یوز رأی دادیم به دو. آقای شماره 7 مگه دیروز، آقای شماره 7 مگه اتهام شماره چه به این رأی ندادی؟ بفرمایید. شما انقدر شماره 2 رو مافیایی بازی داشتی، آقای شماره 3 اصلا حق نداشتی به شماره 6 بازی رأی 2 بدی. نه شماره 3 مافیایی بازی. شما معتقد بودید 8 و 7 با هم دیگه شهروندن، بعد من می‌شدم مافیا یار شماره 2 دیگه. شماره 3 مافیایی بازیه، شماره 8 مافیایی بازیه، احتمال داره شماره 5 هم مافیایی بازی باشه. بفرمایید. این که شهرونده. تو نمی‌خوای چالش. چالش هم واسه شماره 2 صحبت کن. ببینید بچه ها، امروز یه رأی میدین شماره 8 از بازی خارج میشه. عزیز من اون توی دفاعیه رأی خروج داده به من دیگه. به نظر من 7 میتونه شهرونده بازی بود. شماره 3 فکر کنم خیلی استرس داره. همین نگاش کن چی جوری داره پاشو تکون. آره. بفرمایید. اذیت هم نکنید. من یه اتوبوس شهروندی درست کردم، گفتم 9 مافیاس. آقا اتوبوست که فعلا چپ کرده، نصفشون اینجا. چه شما دروغ کردی، تو جیب من گفتی شماره 10 کردی شهر من. به شماره 10 بازی اولین صحبتم چالش گرفتم، اتهام زدم، گفتم 9 که شهرونده، شماره 6 هم شهرونده. امشب اینو زدم زیر پتو، به اینم رأی ندادم، به اون رأی دادم. شما چرا از رونده بازی خارج نشدی؟ امروز خیر منو میگرفتن دیگه. آقا بیا برو آقا بیرون. بین شماره 4 و شماره 10 قطعی مافیاست. تو مگه نمیگفتی دو تا یار بیار رأی تو دادی به اون؟ بفرمایید. شماره 1 صحبت کنم. من صحبت کنم؟ قربون صدقه میگن نریم. ببین عزیزم، نه برو راحت باش. ببین یه نفر غیر منطقی ترین کار ممکنه تو این بازی کرده، یعنی تو رو تو این بازی مافیا داشته، یه نفر تو بازپرسی بوده که باهاش به تو رأی 2 داده، یکی اونجا بوده که با خودش به مافیاش که تو باشی رأی 2 نده، یه دونه رأی کشته زیر شیشه از بازی رفته بیرون، شیشه رو خونده شهروند. عزیزم تو فقط الان باید پاشی به سه اینجاست. من امروز به 2 رأی میدم. من امروز به 2 رأی میدم. بفرمایید. من صحبت کنم. ببین آقای شماره 4، شما رونالدینیو بازی هستی، دیروز بازی با شماره 6 رأی دادی به شماره 5، امروز تو بازپرسی چه رأی دادی 6؟ چه جوری قانع شدی به 6 رأی بدی به اون مثلا بشینه؟ چه جوری؟ اینو واسه من معنی کن. 4 که قطعی مافیاست. 4000 مافیا بازی بین یک و دو. ببین تو دیروز بازی تو اونو شهروند کردی. ذهن من شهروند رفت، من رأی ندادم. 2 مافیاست، 4 مافیاست کشیدش بیرون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شماره 8 بفرم. تو دیروز شهروند مگه ما رو نداشتی؟ تو رأی بازپرسید به شماره 6 بود؟ چرا خب اون با ما رأی 2 داده به شماره 2؟ آقا بین تو و بنیامین که قطعی مافیاست. 2 از نظر من مافیاست. ببین یه نفر دیروز به تو گفته بری بیرون سوداگری میشه، چرا چهار گردن نمیگیری؟ وصیت من حداقل بگیر. 2 تا مافیاست، دونه دونه مافیا میره بیرون. اصلا از کسی که تو بازپرسی به من رأی داده و رأی نداده خورده نمیم، چون منم شهروندم. 2 تا شهروند تو بازپرسی بودن. آقا تو اگرم مافیایی، من فریب تو رو خوردم. من امروز با تو بازی میکنم. شماره 10 دیگه از نظرم مافیاست. شماره در نظرت 8 و 7 و 5 با هم مافیان. مثلا من 2 روز از سر صحبت چالش میگم، ای دارم یارمو اتهام میزنم. باشه امروز آقا، امروز بره اینجا، بازم اینجاست از نظر من. تو بره. بفرمایید. چالش شماره 10 صحبت کنم. صحبت کنم آقا، هیچ جوره نمیتونید به دو الان. یعنی شماره 1 معتقدی شماره 2 مافیایی بازیه، شماره 3 یارش کشیده زیرش، شماره 3 مافیایی بازیه. تو دیروز انقدر دور و مافیا داشتی، گفتی من بستم که شماره 2 رو بکنم بیرون، یک نفر با تو رأی خروج داده به اون آدم. حالا تفاوت لحن شماره 10 رو ببینی. اون موقعی که این شهر 2 تا شهروند بیشتر داشت و الانی که شهر 2 تا شهروندش رو از دست داده. شماره 3 مافیایی بازیه، 8 اگه شهرونده، 7 مافیایی. این 2 3 تا مافیا هم تو جیبش گذاشته. هی دست میکنی جیبش، چی داری تو جیبت؟ 5 من به شما اتهام نزدم، گفتم بین این 3 نفر 2 تا مافیا تو بازیه. متشکرم. بفرمایید. شماره 2 نمیتونه مافیا باشه. بفرمایید. من صحبت کنم. البرز به نظرت مثلا شماره 2 مثلا مافیای بازیه، یارش فقط من و تو باید باشیم، ما دیروز رأی 1 دادیم شماره 3.
الان تو دیروز با همراه باش رأی دادی، من دیروز حمایتش کردم، امروز تو هم قانع شدی شماره دو بره؟ دیار شماره دو کیه داداش؟ من شهروند باید باشم؟ 3 تو این بازی مافیاست، 7 تو این بازی مافیاست، این دوتا با هم دیگه مافیا. تو این نمیخواستی طرف شماره دو در بیاد، چرا دیروز رأی نکشی زیرش؟ امروز دو باست مافیاست، چرا تو بازپرسی رأی دادی شماره 6؟ 7 قطعی مافیاست، 3 هم قطعی مافیاست. خدا نکنه هیچ شهری بازپرسی مثل شما داشته باشه. بفرمایید. این رفیق شماره 3 دیروز من رأی دادم، خودت رأی دادی، شماره 6 رأی داده، 2-3 رأی شده رفته بیرون، نرفته بیرون، نشسته تو بازی. تو بازپرسی چرا به این رأی میدی؟ چرا رأی میدم به بازپرسی؟ بفرمایید. من هیچ جای بازی از کنار آقای شماره 5 رد نشدم. مسیر بازی من بوده که آقای شماره 2 مافی یک نفر با من ساید. این آقای شماره 5 ببین چی از بازی در میومد. خب بله، شما از سمت یه دونه مافیای بازی هم رد نشدی، فقط میگی با نقش دکتری کارگاه بره بیرون. شما که اتهام شماره 6 نبود، شماره 6 رفته بیرون خونده شهروند بازی. نفر بعد شماره 10 صحبت کن. صحبت کنم آی شماره 3، شما یک عدد مافیا دیرو تو بازی داشتی. یک نفر مافیا، یک نفر، یه پلیر، یه بازیکن با شماره 6 بازی با شما رأی مرگ داده به شماره 2. شما باید رأی تو میذاشتی شماره 5. هم شماره 3 مافیای بازیه، 5 رو نمیدونم، هم شماره 7 قطعی مافیای بازیه، بین 8 و 5 هم یه دونه مافیا. متشکرم، بفرمایید. ببین بچه‌ها من صحبت کنم، من به 7 نمیتونم فعلا بگم اتهام بزنم، چون اگه به من رأی میداد من بازی میرفتم بیرون، من شهروند بود. ببین عزیز دلم، تو بازپرسیدی که دیگه نباید به امید دیدم میدیدی شماره 5 بازی، اون به من رأی داده توی بازی دیگه. ببین نمیدونم شماره 8 تو چی توی بازی که منو ول نمی‌کنی. تو بین شما یه شهروند مافیاس همدیگه رو گردن بگی توی بازی، من شهروندم توی بازی. بفرمایید. چالش هم برای بنیامین 8 تر دیروز که داشتی بهش میگفتی رئیس مافیا میخواد از بازی بکنتت بیرون، تیر بزنه بازی رو برای مگه میشه تو به 8 تا اتهام نزنی؟ ببین اینجا من یه دونه رأی به 2 میدم، چون 3 به نظر دیروز برای من مافیا بوده. این مسیر درست اتهامش امروز 3 است. 3 دیروز با این نفر به این رأی 2 داده، کشیده زیر اون رفته بیرون. پس کار غیر منطقی کرد. اینم مافیا تهش بعد بگو 5 میتونه یارش باشه که دیروز با این رأی به این نده. تو مافیای شماره 7 چیه به نظرت؟ شماره 7 تو بازپرسی رأی داده شهروند رفته بیرون، دیروز رأی 1 داده به شماره 2، رأی 2 بهش نده، امروز دوباره تو بازپرسی با کسی که ذهنیتش نسبت به شماره 2 یکی بوده رأی کشیده تو بازپرسی به شماره 6. ای یه گره جدید بین 4 تو شماره 2 که بعد از شماره 7 رأی داده. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای شماره 10 8 7 5 4 بیستید لطفا. چه وضع رأی دادن آخه؟ شماره 3 شماره 2 شماره 1. من صحبت کنم، کیا به 3 رأی دادم؟ من کاری ندارم، من خودم جفتشون ندارم. کیا به 3 رأی دادم؟ من رأی دادم، تو رأی دادی، بنیامین رأی داده، آراد رأی داده با شماره 10. کیا به این رفیقمون رأی دادن؟ 5 رأی داده شماره. ببین 2 اگه مافیا باشه منطقا بنیامین باید تو این بازی مافیا باشه، 3 اگه مافیا باشه برید بگی رأی دادی به 3. بفرمایید. تو رو میگیرم 3 مافیا باشه تو این بازی. دید چه اتفاقی افتاد؟ همین اتفاقا پیش میاد وقتی پر از اشتباه باشیم، منفعل باشیم و از فرصت ها به موقع استفاده نکنیم، خیلی راحت از همون سوء استفاده میشه. همون از اون روزی که تو آراد با هم دیگه مافیا باشید، مهم نیست دیگه. یا من شماره 2 شماره 10 با هم دیگه مافیاییم، یا شماره 3 و شماره 7 و شماره 5 با هم دیگه مافیان. ماشاءالله فوق العاده بودی، باریکالله. شماره 3 بیستید و دفاع کنید. ببین آقای شماره 1، آقای علیرام نورایی راوی بازیه، شما فقط داری بازی روایت می‌کنی، باید بجی راوی بازی بشینی اونجا. الان مافیا کیه تو بازی؟ میگه این یا اون شهروند بازی باید رأی بده. ببین آقای شماره 4 معرفه اتهام زده به شماره 2 و فردا از همدیگه دنده عقب گرفتن، گفته 2 قطعی مافیاه، اما باز اینجا سایت در بیاد، طرف بازی در بیاد. این اگه مافیا باشه آقای شماره 10 میتونه مافیا باشه و آقای نورایی دیگه، چون گیر کردی دیگه نداری.
یا کلا مسیر اشتباه رفتی من از تو حمایت کردم ولی تو نمیتونی مافیایی باشی شماره دو چرخش زن بزنی دفاع کنید لطفا ببین قربونت برم باز شروع شد قربون هم دیگه میرم فقط قربونت برم من حتی یه جایی برگشتم بهت گفتم که میتونی شهروند بازی باشی ولی همچنان ذهنت قفل منه اگه میخواین خروجی بدیم شهروند بازی ببره باید رأی بدین شماره 3 بازی بره بیرون ببین اون اگر شماره 4 مافیاست مافیای زرنگه شما از اول بازی نذاشتید من توی بازی بازی کنم نذاشتید من بازی کنم شماره 5 مگه من شهروندت نبودم چرا به من رأی دادی توی بازی مثلا از اول بازی تونستم شما اگه مثلا شماره 4 مافیا باشه با 10 که بازی باختیم اگه میخوای ساید طرف بازی در بیاری شما سر بازی بری عزیز بیستید لطفاً شما به هم حق رأی ندارید رأی گیری مجدد برای شماره 3 2 مافیا وقتی تحلیل درستی از بازی نداشته باشن همین اتفاق میفته معلوم بود که شماره 4 به شماره 3 رأی خروج میده بهتر بود که شماره 3 رو خارج میکرد از بازی بفرمایید بشینید فکر کنم مافیای میخواست بیشتر تو تلویزیون باشه رأی نداد گفت ادامه پیدا کنه با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره محقق تحقیقاتت به کجا رسیده؟ به جای ناجور بخوابه گروه مافیا از خواب بیدار شند گروه مافیا بخوابند چهارم که پزشک رو گردن گرفته تا دقایق دیگه پشت صحنه خواهیم دید شیاد به کاراگاه نزدیک شدی؟ بخوابه کاراگاه بخوابه ولی احتمالا ناموفق خواهد بود در خروجش پزشک شهرمون بخوابه بابا باری کلا به تو یعنی واقعا حرکت عجیبی کردی منم ضایع کردی با این حرکت با اعلام من روز میشه و شهر بیدار عجب شبی بود بینندگان عزیز درخواست اعلام وضعیت واقعا پزش یه برگشت رو به عقب جذابی زد حال کردیم هممون اینجا برگردیم به بازی امروز وقتشه یک دور صحبت میکنین 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به اون سمت بفرمایید البرز صحبت کن آراد قربونت برم بیکاریم مسخرتیم مگه با تو این بازی سه فهمیده سه الان به نظرم به 1 و 10 با هم اتهام میزنن یه نفر رو روز یک اووردی توی دفاعیه رأی دادی از روند بازی خارج نشده فرداش دو نفر اومدن تو بازپرسی به پنجه رأی دادی پنجه رو تو این بازی نمیدونی چیه من به 6 رأی دادم روز یک به این رفیقمون رأی ندادم گفتم میتونی شد سندروم دست بیقرار داره شماره 3 فکر کنم دیروز اضافه شدم به لینک رأی گیری چه بهش رأی ندی متشکرم نفر بعد 2 که تو این بازی مافیاست بعد 2 هم اضافه شد فکر کنم مصریه بنیامین احتمالا مافیاست هفته مشکوکه مگه میشه شما نفر 2 مافیاست عزیز دلم بفرمایید بشینید من که شهروندم جدی الورزم اسم میکنم شهرونده تو تا شهروند رأی دادیم تو چرا نرفتی بیرون تو وضعیت قرمز همین من فقط الورز و شهروند دارم تو بازی چالش برای شماره 8 بعد از من صحبت کن دو مافیا است من مافیا میاره سوم دو کیه هفته هفت منو یارشو داره با هم دیگه داره با هم دیگه میکنه مافیا ده که نمیتونه با دو یار باشه منم که با دو نمیتونم یار باشم چون خودم میدونم شهروندم یار دو کیه سه مافیاست هفت مافیاست پنج مافیاست لایکش خوش شد سه یه تحییدی داشت همون رفت رو سرش شروع کرد خاروندن الان میگه بشکنه این دست که نمک نداره من تو رو نجات دادم کیا دیروز رای دادم به شماره 3 منو 10 کیا رای دادم به شماره 2 آفرین کیارش حالا؟ خب اگه دو رو شهروند داره هفت و مافیا داره که هفت رأی خروج میداد به دو بازی تموم میشد آقای شماره 5 یعنی روز یک بازی من به یارم رأی دادم فردا گفتم چیکار کنم چیکار نکنم رأی دو بهش ندم تو شهروند من مافیا رو بگیری شماره 5 رو رأی بدین از روند بازی خارج شه شماره 5 تو خیلی من آخه نمیدونم شهروند رو کول شهروند همش چالش من برای بنیامین بعد من صحبت کن شماره 10 مگه اتهام مافیاییش من نبودم شماره 10 اتهام مافیاییش من بوده هم به من رای داده هم به شماره 2 درسته آقای البرز مگه من بیشتر مافیا نداشته رای داده شماره 2 از نظر من شماره 2 شهرونده شماره 8 هم شهرونده خودت هم شهرونده من اسم می‌کنم مافیا سر شماره 2 تقریبا خودشو شو کرده
باریکلا مجید سوزوکی توی اخراجی ها یه جای بازی برگشت، منم رو کرد رفتم ولی الان میخوام برگرد. شماره 3 تا لب پرسگاه رفت و توی بزنگاه برگشت. اینجا یک بازی عجیبه، 5 اگه بگیری مافیای بازی یارش کی میشه؟ یارش باید بشه 3، یارش باید بشه 1. جدی تو برو تو خیلی وای عجیبی دادی، خیلی عجیب غریب بود اصلا صحبتت. من با دو یارم. ببینید بچه ها، من صحبت بکنم، همین آقای شماره 5 توی بازی منو شهروند داشته، همون آقای شماره 10 منو توی بازی شهروند داشتن، اینا همراه آقای البرز، خود آقای البرز هم اینجا های بازی برگشت که شماره 2 به نظر میتونه شهروند باشه، اینا به من رأی 2 دادن، از اون طرف هم به من رأی 2 دادن، پس شهروندی من خیلی معلومه توی بازی. من الان دیگه نمیتونم به شماره 7 و 8 توی بازی اتهام بزنم. امروز آقای بنیامین دوبار منو توی بازی حمایت کردی، امروز زدی آقای شماره 5 بازی بده. متشکرم، بفرمایید. اکت باستون چالش میخوای بنیامین؟ چالش هم برای بنیامین بعد من صحبت کنه. ببین 5 به نظرم شهرونده ها. ببین عزیزم، اینجاها دنبال این بودین دنبال شهر و مافیا بگردین. من روزه یک خیلی معلومه من قطعی مافیا تو این بازی داری؟ قطعی ما دلم کن آقا، من قطعی مافیا تو این بازی نداری که. دست شما رسته خیلی بانمکیه سر اینجوریه. من روزه یک به این دو رأی ندادم، حمایتشو من و تو این بازی می‌خواستیم. فرداشو من تو دفاعیه، من اضافه شدم به اون رأی گیری، اضافه شدم. روزه یک رأی ندادم، روزه دو رأی دادم. توجه بکنید دیروز که مافیاها اتهام نمیخورن، شهروند داشته توسط شهروند اتهام میخورده، مافیاها ادبیاتشون دستوری بوده، ولی الان ادبیاتشون حالت خواهشانه است. شماره 8 به نظرت مافیاست؟ روزه یک کشیده زیر یارش. تو شماره 8 مافیا داشتی دیروز، حق نداشتی باز به شماره 2 رأی بدی. شماره 8 باز تو بازپرسی به تو رأی داد، تو باز دیگه به شماره 8 دیگه اتهام نداشتی، چون احتمالاً اتهام شهروند بوده. شماره 5 سیف مافیاست، میگن امن مافیاست. الانی که شهروندی که انقدر بد بوده داره راه درستش رو پیدا میکنه، واقعا مو به تنم سیخ شده. بنیامین اصلا امکان نداره. شماره سه که سیف، امن مافیای بازیه. 5 من بهش اتهام زدم، شماره 7 هم میتونه مافیای بازی باشه، پس چین مافیایی میشه شماره 3، شماره 5، شماره 7 بازی. بنیامین، تیم مافیا با یه تحلیل اشتباه جوری شده که مثل دومینو قشنگ پشت هم به نظر میرن بیرون از این بازی. ببین نه، من اشتباه کردم، گفتم شماره 8 مافیاست. ببین من دیروز به شهروندی تو رسیدم، تو به همراه شماره 6 رأی دادیم به شماره 2. دیروز این تو دفاعیه بوده، من شهروند به البرزم که اتهام نمیزنه از نظر شهروند دیگه، من شهروند با اون رأی دادیم بهش. از نظرم وقتی تو به این رأی نمیدی تو وضعیت قرمز، منطقی تو ذهن من شما با هم مافیا باشین که نیستین از نظر من. یه کاری کردی، همه شهروندا با هم آشتی کردن فقط تو رو بدم بیرون. من شهروندم اصلا. این دوتا 3 روز به هم دیگه اتهام میزنن، الان میگن تو وضعیت قرمز شماره 5 بره بیرون. هر چی تو بگی داشت، من دستم به دست تو مانده، هر کیو تو بگی من به تو رأی میدم. از این زاویه تو این فاصله چطور به نظر میرسن؟ دوستان دارم حرف میزنم. فوق العاده خوبم؟ عالی. بفرمایید. شما از همه زوایای خوبیای نورایی تایید میشه. اصلا نمیشه شما دارین این دوتا رو شهروند میکنین، چون نمیتونین واسهشون یار تو این بازی بچینید. شماره 5 رو مافیا میکنین، مگه میتونین واسهش تو این بازی یار بچینید؟ شما مثلا 5 رو بخواید مافیا کنی، 10 به نظرتون. ببین خیلی بی منطقی، روزه یک داشتین دو تا شهروند تو این بازی اتهام می‌زدین، من شهروند پاشم فرش به اینا تارگت زدم، یهو شما راه رستگاری پیدا کردی، دو تا مافیا خف کردین به این مشکوک رای دادن. اصلا مگه میشه دو مافیا تو این بازی؟ بفرمایید. چی گرفتار؟ من چالشمو دادم، اگه روزه یک شهروند رای دو میداد امروز این مکافاتو نری. اگر مافیا هم درست رای میداد این مکافاتو مافیا نداشت. تو استعداد مافیای تینه که یه مافیا داشتی شماره 6 بازی رفته بیرون، خونده شهروند گفتی 6 مافیاست. شماره 5 استعداد مافیاش اینه که رکول شماره 6 بازی بوده، این رفته خونده شهروند بازی. شماره 2 بازی به من میگه گادفادر بازی، هم امروز رسیده به شهروند بازی. رئیس مافیای بازی. آقا نمیدونم واقعا. به جفتتون رأی میدم بیاین دفاعیه صحبت کنید دوباره. من اصلا نمیفهمم. شماره 2 صحبت کن. من صحبت کنم. ببین قربونت برم، به نظرت یار من کیه تو این بازی؟ من رأی 2 داده توی بازی، رأی 2 داده به من توی بازی، رأی 2 داده. یار من کیه توی بازی؟ ببین آیه شماره 8، من به شهروندی، یعنی به نظرت ما دو نفر اینقدر نمایانیم که الان از هم دنده عقب گرفتیم، دو نفرمون به نظرت مافیای بازیم. به نظرم شماره 3 برگ برندشو امروز رو کرده. من صحبت کنم. ببین بنیامین، دو رو شهروند داری؟ خب منو مافیا داری؟ نداری. آفرین، نباید داشت، چون من اگه دیروز رأی داده بودم رفته بود بیرون.
پس ببین من که قطعی شهروندم، ولی ببین خیلی مغزم درگیره، اصلا نمیتونم چین پنج مثلا زنجیر. نمیتونم یارش دارم ده. خب این دوتا به هم تارگت اتهام زدن، پس یکم میشه یارشون دیگه. باریکلا دقیقا همین درسته. یک پنج ده درسته. این چین این میشه ترکیب چین، ولی اینم خیلی مشکوکه. بفرمایید. امروز دستم به دست تو بس، چون من تو رو شهروند کردم با شماره شیشه. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای شماره 5 4 بیستید لطفاً 3 2 بیستید لطفاً 2 1 شماره 10 8 بیستید لطفاً 7 ولی واقعاً اگه برگردن شهروندان این بازی رو ببرن، یه بازگشت اساطیری دیدیم قشنگ توی واقعاً. آقای شماره 5 از نظرم قطعی مافیای بازی. آقای شماره 5 مسیرش از کنار آقای شماره 2 رد نمیشد، اومده رای 2 رو به شماره 2 داده. ببین یه آقای شماره 10 هم به من رای داده هم به شماره 2 رای داده، اینو قبول داری؟ آخه عشق که این منده خدا رو در میارم. این اگه من که شهروندم میدونم دو رای شدم، این سه رای شده. من دو رای شدم، این اگه مافیای بازی یار داشته باشه من باید به سه رای برم بیرون. تو این معتقد نیستین ده شهرونده بعد چه؟ این آقای شماره 10، آقای شماره 5، آقای شماره 1. بفرمایید. داد نزنم. دارین میگین دیروز یه شهروند آوردین تو دفاعیه؟ خدا رو شکر نمیخواست داد بزنه. من کشیدم زیرش، از این بازی نرفته بیرون. این شهروند تو موضع ضعف مافیا واسه تو خف کرده. از قربون صدقه رسیدم به خف کردن هم دیگه. روز یک شما به یه شماره دوی رأی دو دادین، من رأی دو ندادم. یه نفر رو با من آوردین تو بازپرسی، میگم رأی بدین طرف اون تو بازی در بیاد. بعد شما به شهروندی تو شماره 8 تو بهش رأی دو دادی، من به خاطر شهر به خاطر اینکه به شهروندی تو رسیدم به شماره دو رأی دو دادم. چیکار کنم که شما رأی نمیدین؟ بعد به 8 تو میذارم میگم یارشی به من مشروط میشین؟ بنیامین تو فقط شهروند تو اتهام زدی تو بازی. روز یک که میگفتی 9 و 5 با هم دیالوگاشون یار به یاره، چیکار کنم من با تو؟ من شهروندم، به هیچ وجه شهروند به من رأی ندا. رأی گیری مجدد برای شماره 5. به نظرم فردا تمام شهروندها باید به مافیای شماره 5 برسن، چون دو سه که با هم نمیتونن مافیا باشن. پس حداقل یه شهروند تو وضعیت قرمز به شماره 5 رأی داده و شماره 5 خارج نشده از بازی. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق، به نظر تحقیقاتت به شهرمون میتونه کمک کنه؟ بخوابه. آفرین باهوش، آفرین. گروه مافیا از خواب بیدار شن. گروه مافیا بخوابن. شیاد بخوابه. کارگاه، مظنون امشبت کیه؟ بخوابه. پزشک، یک هفته دیدی گفتم؟ باریکلا بابا چی کار داره میکنه این پزشک بازی؟ با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با عجب مافیای نتونیه. سعی میکردم برای تیرای شب با یارام هماهنگ کنم، ولی خب اشتباه بود. اگر خودم تصمیم میگرفتم میزدم خیلی بهتر بود فکر میکنم. بچه ها جدی دیگه، امروز بیاد به استدلال ببازیم. به نظر دو سه مافیا یه دونه مافیا است، هر کدومشون مافیا باشن دو تا دونه یار داشتن تو هشتا میکشدن شماره 5 میرفت فیلم. پس این دوتا رو امروز ول میکنیم. 10 معتقده 3 و 5 و 7 با هم دیگه مافیای بازیان. 7 که اگه یار شماره 3 بود تو هشتا میکشید زیر شماره 2. امروز یه رأی فقط عمد دارید شماره 10. 10 مافیاس تو این بازی فقط رای میدید 10. بفرمایید نفر بعد. من صحبت کنم. ببین پس یارش میشینه مثلا شماره 8 باشه، به نظر میتونه مافیا باشه و میتونه مافیا باشه با شماره 5. خب ببین این رو گردن دو سواره، دو روزه داره بهش رای خروج میده.
پس ببین میتونه مافیای بازی باشه. باز هم همون تکونای پای شماره 3 رو ببینی، بازم این نشون از عصبیتشه که فهمیده مافیا که بازم نمیتونه قانع بکنه. اونجا اشتباه فکر میکنه مافیا که اینجا درست فکر میکنه مافیا کیه. ببین داداش مافیا بازی آدماییه، نباید بترسی تو بازی. استدلال فوق‌العاده استدلال از این داداش آورد. من الان میخواستم بگم من و آقای شماره 2 رو گردن گرفتم، ما با هم دیگه نمیتونیم یار باشیم. هر کدوم از ما مافیا باشه دو تا یار داره، آقای شماره 5 میره بیرون. درسته آقای شماره 1 بازی مگه دنگ بازپرسی بی جهت نده به شماره 5؟ چرا همون دنگ غیر تاثیرگذارش فرو نزده؟ دنگ همون رأی بازپرسی. بله دنگ در مازندران یعنی رأی بازپرسی. ببین رفیق شماره 7 شماره 2 3 رو که تام نمیزنی، اونجاها داشته جنگ اتفاق میافتاد، من از اونجا چالش گرفتم گفتم بذار فکت استلال یارمو بیارم این وسط. آقا خیلی عجیب غریبی. آقا من امروز دیگه با دست شما بازی میکنم. شما دو تا یه مافیا یه رأی 3 باید میومد رأی شماره 5. ده مافیا باشه روزه گرفته بودمش. باشه بنیامین من با دست تو بازی میکنم. باختم من باختم. بالاخره برگشت به مسیر بازی. من صحبت کنم تیم مافیا که تو ذهن من اینه نگاه کن 1 10 5. دیدی چی گفت؟ سه تا مافیا رو گفت. خب شما دوتا که تو عمری نمیتونید با هم دیگه مافیا باشید. عمرن نمیتونن این دوتا با هم دیگه مافیا باشن. اگر بینشون هم مافیا باشه یه دونه یارشون بعد یه رئیسه میکشه زیر 5. پس این دوتا میذاریم کنار شهروندن. شما دوتا هم اگر مافیا بودید دیروز هم تو 8 رأی میدادید به اون، هم رأی میدادید به این. پس شما دوتا مثل من شهروند ترسید رأی بدید. هم 1 هم 10 هم 5 مافیا. بفرمایید. بنیامین به من که نمیتونی بگی من به دست تو نگاه. من روز 1 با تو داشتم به 5 تاریت میزدم، به اتهام میزدم، به 1 هم اتهام میزدم دیگه. بازم این مکسایی که بین کلماتش هستش نشون از استرس و ترسیه که الان به جون شماره 10 افتاده. شماره 7 دیگه نمیتونه باشه. من یه اتهام اشتباه زدم چون دوه رو شهروند من پیروز بازی به شماره 3 رای دادم، دیدم نرفت بیرون، بعد به 2 کشیدم زیرش که بره بیرون بخونه شهروند، بعد بیام بالا سر شماره 3 و شماره 1 و شماره 5 بازی. پس 7 هم میگیرم شهروند. خودم هم میدونم شهروندم، تو هم شهروند، من به دست تو نگاه نکردم. پس میشه 5 میشه مافیا، 1 میشه مافیا با 3. 3 مافیای بازیه بنیامین. کدومش بره اول بیرون؟ آقای علیرضا بنیامین هم مافیاست. مافیایی تو هندوستان پیچید. مگه تو 8 نفر شهروند بازی به 2 نفر رای دو میده؟ آقای نورایی شبیه آمیتاباچان هم هست یه ذره. 2 نفر که همدیگه کردن هر دو تا مافیان. داداش شماره 10 گفته من مافیایی بازی ام، منو بدین بیرون. من نمیدونم چرا شهروند بازی رای دو نمیده. من یه اشتباه روزی یک کردم این شهروند بازی رای دو بعدش که برگشت. توجه کنید به این نکته که تمرین کردن اقناع و تاثیرگذاری حتما روی بیان شفاف اطلاعات هم موثره. دقت بکنید به نحوه صحبت شماره 3. ده رو من مافیا ندارم. 5 رو دارین بهش اتهام میزنین. من تو این بازی مافیاش ندارم. بنیامین جان 2 نفری که مافیا ندارم علنا داری با من شهروند تو این بازی چینشون میکنی. پس برام دیگه زنجیره میکنی. پس برام دیگه واقعا مهم نیست اگه تو این بازی شهروندی. یه دونه مافیا باید اینجا باشه. بله یه دونه اونجا هست. من خودتی. ببین رفیق شماره 10 یه نفر داره میگه من یه روز یک بازی استدلال مافیای شما را آوردم، من با شما یارم، شما اینو تو ذهنت شهروند بازی میذاری؟ یار العجب بیا برو آقا بیرون. آقا شماره 10 شماره 5 بین اینا مینیمم دو تا مافیاست، یعنی حداقل دو تا مافیاست. این بچه ها میدونید این چیه از چی ناراحتن اینا؟ این من از کل بازیکنای اینجا رأی 2 آوردم توی بازی. از بیشتر بازیکنای اینجا من رأی 2 گرفتم توی بازی. ببین آقای بنیامین شما منو نگه داشتی تو بازی، منو شهروند بازی. امروز یه رأی بده شماره 5 بازی بره بیرون، شماره 10 هم ببین مثلا این 3 نفری که من رأی 2 دادم توی بازی من میرفتم بیرون میخونشم. میدونید شما چیکار کنن؟ این داره شماره 3 رو میدادن بیرون. شما هفته شما ول کنید همدیگه رو. شماره 3 رفته رو حالت لرزش. هر کدوم از شما به من رأی 2 بازی میدادید من رفته بودم توی بازی. امروز آقای بنیامین رأی بده شماره 5 بازی بره بیرون، شماره 10 هم یارشه توی بازی. یه رأی شماره 5 سبک شه بازی عزیز من. توی این سناریو که رئیس مافیا قابلیت سوداگری داره، کاراگاه که به زنجیره ستای مافیا رسیده، به نظرم باید تمرکزش رو بذاره اون رئیس مافیا رو بده بیرون اول. تو به نظر شهروندی امروز داری مافیا تارگت میکنی، روز 1 اتهام کاری نرم. به نظرت امروز داری مافیا اتهام میزنی، به نظرت روز 1 پس تو این بازی شهروند اتهام زدی. قربونت برم هر کدوم از اینا مافیا بود رو کوله تو یکی اینو اینا رو میکردم بیرون. مگه میشه اینجا باید مافیا نشسته باشه بین 2 و 3. من معذرم 2 تو این بازی مافیاست، 7 تو این بازی به نظر من مافیاست. بنیامین برام شهرونده مهم نیست. نفر بعدی دو تا اینا مافیا. تو تاریکی زدی این بود که رأی شماره 8 رو بخری؟ نه. تریکی تو تاریکی زدی؟
مگه بازپخش برنامه مرد هزار چهره است؟ بازی اشتباه اشتباهه، چرا ناراحتی؟ اشتباه امروز آقای شماره 5 ببینیم 10 مافیاه. همه امروز با رای میدیم، امروز شماره 5 میاد بالا، 10 میاد بالا. درباره میگیم یک کدومشو میدیم بیرون، بعد گادفادر رو بدیم بیرون. رئیس ما. رئیس مافیا رو بدیم بیرون امروز. آجی به شماره 7 صحبت. متشکرم. اجازه بدین. منم یه خورده حرف بزنم. اسم گادفادر اومد، جا داره که یادی بکنیم از فیلم بردار محترم این فیلم. بفرمایید خواهش می‌کنم. شماره 7 صحبت. متشکرم. ببین آقا شماره 1 چی داره اذیتت میکنه تو این بازی؟ چی داره اذیتت میکنه؟ ببین من دیگه من روند بازیمو از اول بازی گفتم شهروند با 4 کاری نداشته باشه. من اگه مافیا بودم که به 2 رنگ میدادم رفته بود بیرون. تو امروز بازی یکو چرا بهش کاری نداری؟ یک داره تحت فشار تو 5 باید داریت میزنه. تو بلند شدی 4 رو میگی شهرونده. 4 داره میگه شما 3 تا مافیایی. پس تو میشینی مافیا. 5 مافیاست با شماره 10. امروز من به 3 تا رنگ میدم. مهم نیست اگه ببازم. بفرمایید. من صحبت کنم. شماره 2 که تو این بازی خیلی معلومه شهرونده. یه رأی 2 از شماره 3 داشته. یه رأی 2 از سمت تو داشته. یه رأی 2 از سمت شماره 10 داشته. یه رأی 2 از سمت شماره 5 داشته. تنها کسی که تو این بازی بهش رأی 2 نداده من شهروند بودم با شماره 7. درسته؟ پس هیچ کدوم شماها نمیتونید یار شماره 2 باشید. درسته؟ این استدلال میشینه دیگه. شماره 5 مافیاست، شماره 10 مافیاست، شماره 1 هم مافیاست. امروز 10 و 5 میان تو دفاعیه. مو به تنم سیخ شد. ببینم. سیخ شده؟ بله. تو این زنجیره که میگید من شهروندم. جدی من شهروندم، من با شماها رأی میدم. ولی ببین آخه حرفی که میزنی غیر منطقیه بینام، چون به نظرت اون شهروند اومده بالا، شما شهروندا بهش، شهروندای تو بهش رأی دادم. مثلا من مافیا با یارام نشستیم ببینیم رأی میاره یا نه، اصلا شهروندا بهش رأی بدم فقط. کاری ندارم. 10 از نظرت مافیاست. من روز 1 به شهروندی اون رسیدم، شماره 10 اتهام زدم. شما ذهن منو ریختین به هم، گفتین اینجا مافیا هست. من شهروندم تو اون زنجیره که میگی. باریکله، خیلی پرقدرت بود به عنوان یه شهروند نقش دار. بریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای شماره 7 بیستید لطفاً. 8 10 1 بیستید لطفاً. 2 3 4 5 بیستید لطفا. بیستید و از خودتون دفاع کنید. شما شماره 2 رو شهروند بازی دارید دیگه، درسته؟ من روز 1 پریدم جلوش گفتم اون شهروند بازیه. همین اشتباهات همین بود دیگه، نذاشتی بره. دیروز شماره 5 مافیایی که شما دارید میگید اومده بود بالا. رأی 1 به شماره 2 کیا داده بودن؟ شماره 5 بازی، شماره 1 بازی، شماره 8 بازی. من اگر یار اینا بودم میکشیدم تو شماره 2 هم با یارم بیاد بالا. پس هیچ جوره نمیتونید به من بگید مافیای بازی. شماره 2 بازی رو مگه شما شهروند ندارید؟ من یه اتهام اشتباه به شماره 7 بازی دادم. گفتم که نه، پس شماره 2 شهرونده، شماره 7 هم شهروندی که بهش رأی 2 نداده. متشکرم. پس هیچ جوره به من نمیتونی بگید مافیای بازی. خب کی مافیاست پس برادر من؟ شماره 5 بیستید و از خودتون دفاع کنید. ببین خیلی واضحه که یه مافیا با من توی رأی گیریه. قبول دارین یه مافیا با من توی رأی گیریه؟ چون یه عده تارگت تو بازی داشتن اونو اتهام می‌کردن. حالا میگم 5 از بازی بره بیرون. من که مشخصه توی این بازی شهروندم. بی خودی دارین منو بشین پاشو می‌کنین تو بازی. من که مشخص شهروندم. این دوتا من چه میدونم بینشون کی شهرونده کی مافیاست؟ اینا تو بعد شما به من رأی ندید، من بعد با شما بازی کنم چیکار کنم؟ من بعد با بنیامین که به من رأی نداد. متشکرم. رأی بدین 10 از بازی کنید. عزیز بیستید. من شهروندم، به من شهروند رأی ندید. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 10. شماره 5. شماره 10 بفهمید بشینید. شماره 5. وصیت. کیا به من رأی دادن؟ الان یارامو میتونی پیدا کنی بنیامین؟ من که شهروند بودم. امیدوارم که یا دکتر یا روی این تن دکتر سیف کنه یا روی این تن تیر بخوره. متشکرم. خسته نباشی. پشت صحنه همراه باش لطفا. پشت صحنه همراه باش لطفا. شهروندی
با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق، منتظر تحقیقاتت هستیم. محقق به خوابه. گروه مافیا از خواب بیدارشن. گروه مافیا بخوابن. شیاد ببینیم میتونه کارگاه فریب بده. بخوابه. کارگاه الان دیگه مطمئن میشه دهم رئیسه. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 2. یک دور صحبت میکنید آقای. بفرمایید بشینید. تیم مافیا تو این بازی از حیث تحلیل و پیشبینی فاجعه عمل کرده. شماره 10 معلومه فردا بعد از 5 میره. بعد از قابلیت سوداگریش استفاده میکرد دیگه. اونجایی که شماره 5 از بازی خارج شد اشتباه کردم. بعد سوداگری میکردم ولی خب نکردمش. ما هنوزم ببین هفته به نظر من تو این بازی مافیاستا. بین هفته و سه تو این بازی دنبال مافیا میگردم. حتی اگه شماره 10 تو این بازی مافیا باشه، چون 10 اگه تو این بازی مافیا باشه من که شهروندم، تو که شهروندی، آراد تو این بازی شهرونده، سه به نظر شهرونده. خب ببین پس هفته رو بعد تو این بازی بهش اتهام بزنی، چون من تو این بازی شهروندم. بفرمایید. 10 قطعی مافیاست چه گرفتارشه؟ من درم مافیا ندارم. مافیا داری بکنیش. 7 به نظر من قطعی اینجا بعد مافیا باشه. 10 حتی 10 مافیا باشه. بفرم. منم چالش شماره 8 میدم. بهم چالش رو برگرد. میونه شماره 3 و شماره 7 دنبالمون. من خودم داداش دورت میگردم. خیلی دوست داشتم این ما شهروند باشی بازی راحت ببری، ولی نشد دیگه. از نظر مثل مقدماتی جام جهانی 2022 شده. دو تا بازی آخر ایران تشریفاتی بودن، یه بازی تشریفاتی شده دیگه. واقعا بازی تشریفاتیه. ولی جدی جدی اگه 6 شهروند، 3 شهروند، من شهروند، اون شهربنده مافیا واقعا داشته چیکار کرده؟ پس امروز 10 میره بیرون آقا. فقط امروز 10 از رونده بازی خارج میشه، میخونه دومین مافیا. استعلام دارین بکنیش بود. چالش. معذرت میخوام، من باز باید یه خورده صحبت کنم. الان اسم جام جهانی 2022 اومد. یادی بکنیم از تیم ملی فوتبال و فدراسیون محترم فوتبال کشورمون و ریاست محترم فدراسیون فوتبال. جا داره که تشکر کنیم ازشون و بابت تمام زحماتی که کشیدن، بابت ادبیات جذابشون. آقای تاج متشکریم. واقعا جای تشکر داره. شماره 5 بود، شماره 3 بازی معتقد بود شماره 2 مافیای بازیه. یک نفر باهاش رأی داده به شماره 1. تو رأی بازپرسی رأیشو گذاشته رو اون. بفرمایید. حالا شما رو در جدی به نظر من باید بگیم من مافیام بعدی. حالا شماره 2 که شهروند بوده، شماره 3 هم که به نظر من شهرونده. تو وضعیت 8 نفر و موقع وقاحت و با شماره 5 مافیا به دو تا شهروند رأی دو دادی. این یعنی استدلال. شماره 9 میدونی چرا شات شب شد؟ برای اینکه با این مافیا دیالوگه. اشتباه بازش اینجا بود. امروز رای میدید شماره 10 بین 1 و 7 یه مافیا، 10 قطعی. ما 3 تا شهروند. دکتر یه بفرمه. نجات بده، امتیاز استدلال بیاریم. چند جان برای شما بعد از من سوال. ببین فکت استدلال شهروندی رو میارم. دیگه اصلا ذهن سمت من نیاد. دیروز بازی من رای 1 به 5 ندادم، به شماره 10 دادم. رای 2 مو دادم به شماره 5، به اون رای ندادم. اگه اونو شهروندی من به اون رای داده بودم رفته بود بیرون. که به سر خوب کجا نشستی داری بازی میکنی؟ امروز شماره 1 میره بیرون. یک مافیاست. ببین تو خیلی با غیرتی، 5 گفتی شهرونده، 10 هم داری میگی شهرونده. ببین یک مافیاست. بفرمایید. آقا یه لحظه گوش بدید. یک مافیاست احتمالاً. نه شماره چالشش رو چالش داشتین شما. معذرت میخوام، بفرمایید. بچه ها یک مافیاست، من کاری ندارم. یا بنیامین مافیاست یا شماره 3. چرا متوجه نه آیه شماره 8؟ مگه شماره 3 معتقد نبود شماره 2 مافیای بازیه؟ چرا؟ یک نفر باهاش رأی داده به شماره 2. تو بازپرسی به اون مافیا رأی نداده، به شماره 6 رأی داده.
پس سه مافیای بازی بین یک و چهار هم یه یار داره. بفرمایید. مگه من معتقده بود پنج مافیای بازی. زمانتون تموم. چرا پیروبش رای نداد؟ بفرمایید. چالش هم واسه شماره چهار بعد از من سو. ببین یه چیزی بهت بگم. ببین دو سه با هم فکر کن دارن به هم مشت میزنن دیگه. سه پا شده فردای اون روزی که من بهش رای ندم. میای آشتی کنی با من مافیا یارم رو بکنی بیرون؟ دیوانم مگه اون دوتا جفتشون یکیشون مافیا باشه با شهرونده آشتی کنم با هم دیگه مافیا رو گردن بگیرن؟ دورجو آقا شما مافیایی، من حس میکنم هفته مافیاسا رأی بازپرسی ها رو یادته؟ یک دو یک این دوتا به نظر من با هم مافیا. ناکن اگه شما رفت من چالش داشتم شما رفت اگه تو این مافیاس خیلی ببخشید خیلی بد بازی کرده. چون روز یک رای نده دو شهروند بره بیرون با شماره 5 یارش هم تو 8 نفر رای نده دو بره بیرون. به این مافیا باید ببازی داداش. من شهروند به این مافیا میبازم. این روز رای میدی شماره 10 از بازی خارج میشه. استدلال تو وضعیت 8 نفر فوق خطرناک رای ده شماره 2 با یک مافیا. ولی باید همیشه حواسمون باشه. حتی اگر مسیر رو درست رفتیم و مافیا رو پیدا کردیم نباید ادبیاتمون هیچ موقع تخریبی باشه. بفرمایید بچه ها من آروم باهاتون صحبت میکنم. مگه الان همتون معتقد نیستید یک مافیا شماره ده همونجوری که آروم صحبت میکنیم سه مافیای بازی با همون آقا بنیامین میگفتیم سه مافیای بازی یک میگفت بین دو سه مافیاست دو پس یک رو بگیرید مافیا یارش من نمیتونم بشم شماره سه میشه مافیای بازی. چه جوری باید بهتون بگم بنیامین؟ مگه تو اون روز نمیگفتی شماره 5 مافیای بازی؟ چرا رأی رو بهش ندادی؟ شماره 2 مگه شهروند بازیه؟ شماره 1 که تو میگی مافیاست با شماره 5 با شماره 8 رأی 1 به 2 دادن. من اگه یار اونا بودم که رأی میدادم شماره 2 بیاد بالا. پس چه جوری من مافیای بازی ام؟ اگر سه که قطعی مافیاست یا یک یا بنیامین مافیای بازی ام. یار شماره 3 به صدای زنگ توجه کنید دوستان. رأی گیری میکنیم. رأی گیری برای شماره 1 بیستید لطفا. میخندی؟ باید بیستی. شماره 3 4 7 8 10 شماره 10 بیستید و از خودتون دفاع کنید. بچه ها من که خودم میدونم شهربنده بازی هم خیلی راحته. امروز به من رأی ندید چون الان به من رأی بدید یه شات میزنن بازی رو یه شب کشته داریم بازی رو میبریم. همه تون معتقدید یک مافیای با گوش کنید قشنگ. همه تون میگید یک مافیای بازی من یارشم. اونجایی که ما میگفت من نمیتونم یار یک باشم شماره 3 یار یکه. شماره 3 با 2 آشتی نکرد 5 بکنه بیرون. میگفت 5 مافیاس با 10 که رأی خروجش هم با آقای بنیامین به من دادن. پس یکو بگیری مافیا 3 میشه یارش. من نمیشم. من الان مافیام که تگ دفاع اومدم بالا. پس به من رأی ندید بازی خیلی مافیا یکن واسه الکی من آوردید. رأی گیری مجدد برای شماره 10. شماره 10 شهروند بودم. وصیت محقق ببنده به شماره 3 یا احتمال میدم شماره 3 گادفادر باشه شماره 1 پریده جلوی اون. محقق ببنده به شماره 1 رئیس مافیا بازم اسم اگه بنیامین شهروند باشه فیلم گادفادر اومد. جا داره تشکر کنیم از تدارکات این فیلم. بفرمایید خواهش من پشت صحنه همراه باشید. شاد و پیروز باشید. اعلام من شب میشه و شهر به خواب میرست. محقق به خوابه. گروه مافیا به خوابن. شیاد به خوابه. کارآگاه به خوابه. پزشک به خوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با
شماره 3. باورت میشه من هنوز روز یکم؟ شیشه رای داده، من رای دادم، سه رای داده. یا خدا مافیا داشته چی کار میکره تو بازی؟ اصلا من موندم. تو برو دیگه. بری کیاس؟ بره تو سه نفر. بفرم. حالش هم برای شما بعد از من صحبت. بچه ها میخواید بازی رو واسهتون راحت کنم. من دیروز رای خروج به مافیا ندادم. پس من مشکوک تر از اونم که رای خروج. امروز به من رای بدید که تو دست دادن شما دوتا با هم دست بدید. خیلی بازی راحت ها. تیر میزنه. ببین من که شهروندم. داداش من از روزی یک گفتم یک و دو با هم مافیان دور مافیا داشتم یکه برید جلوی دو. متشکرم بفرمایید. من شهروندم بچه منو بفرمایید. ذهنتون نپیچه واسه من. مافیا تارگت کردین نمیذارم اینجوری تو این بازی. نه چالش داشتم خودم. بنیام جان مافیا تو این بازی تارگت کردین نمیذارم اینجوری دیالو کنی. به نظرت من تو این بازی مافیام امروز بعد رای بدی من از روند بازی خارج شم. تو ببین اون هفته رو میبینی اونجا نشسته واسم مهم نیست. بد بازی کردم، خوب بازی کردم، قسمت نبوده سود کنم. هر چی که بوده. هفته رو میبینی اونجا نشسته. دهه به نظرت مافیا بوده، پنجه مافیا بوده. روزی که این دوتا رو آوردیم دفاع به 10 رای داده به 5 رای نده. دیروز به 10 رای نده. قرنت برام تورنمنت این بازی. پلر میبینی به این مافیا تو این بازی اخ نکرده. مهم نیست برام. من نظرت مافیام رای بکش من برم بیرون. هانترم نیستم. شب شات بزنه بینتون میبره. هانتر چی آقا محقق؟ دو سه روز پیش شماره 10 با 5 مافیا رای دادن به شماره 2 همراه با تو شهروند. شماره 7 به نظرت خیلی مافیایی نتونی داداش نتونسی شهروند تو این بازی پوش کنی. به هول بدی بیرون. خیلی مافیایی نتونی. آقا من تو 4 تا عمری تو بازی ها رای نمیدم. بازی بره 3 نفر. دیگه قطعی شهروندی منم قطعی شهروندم. ببین این به نظرم شهرونده. چرا؟ ببین این مافیا داشته میرفته دیگه، یه رای پرت میکنه دیگه. قراره بین شما دوتا یه مافیا یه شهروند باشه دیگه. قراره بین ما دو نفر بین شما دوتا تصمیم گیری کنیم دیگه. خب این پوینت اونو میگیره امتیاز. همراه با تو امتیاز اونو میخره. علی عجب اتوبوس شهروندی روزه چیدم گفتم ده مافیا. بفرمایید. ببین من که واقعیت شهروندم. منم واقعیتش رئیس جمهور تانزانیا. نمیخوای رای بدین تو کیاس معلوم کن، وضعیت بازی رو معلوم کن. اینجوری صحبت کردن رو ولش کن. ببین دوه به نظر تو این بازی شهروند بوده، آراد تو این بازی شهرونده. چه کاری جذاب تر از اینکه من آرادو تو این بازی کسب کنم بخوام از بازی بکنمش بیرون. واسه به نظر چند تا شهروند درست تو این بازی حمایت کرده. یه دونه شهروند داشت تارگت می‌کرد. با دست خود شهروند رو از بازی می‌کردم بیرون، فرداش بهش اتهام می‌زدم. هفته رو می‌بینی قربونت برم دیگه. این داستان چیه؟ تیم که هست شد هست شده. رای نده ببینه چی میشه. به دو تا مافیا تو این بازی رای نده. واسه واقعتش خیلی مهم نیست. میخوای رای ندی؟ لایک و دیسلایک. میخوای رای ندی؟ تایید و عدم تایید. اوکی رای. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای شماره 8 7 4 1 بیس سوپر. بفهمید بشین. والا من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق به خوابه. گروه مافیا از خواب بیدارشن. والا من روز میشه و شهر ما هیروز. ناتومون محقق و مورد هدف قرار داد که وصل بودن به هم. شماره 8مون شماره 1 رو انتخاب کرده بود. دوستان خسته نباشید. شهروندها دست به دست هم دادن و با امید و شجاعت تونستن مافیا رو شناسایی کنن، اونا رو شکست بدن. اونا قبول کردن که برای پیروزی باید صبور باشن و از شکست نترسن. اینکه یه بازی بود. یاد بگیریم تو زندگی واقعی صبور باشیم. ارادت.